حسین عقبیا محکم تر بزن اینجا هیئت وای بالاخره این دیسپک حسین اومد یادم رفت. بچه‌ها سلام، حالتون چطوره؟ نمیدونم سابسکرایب بکنین، کامنتتون فینگلیش، هر کاری دوست دارید اصلا بکنید. بالاخره بعد از هفته ها استوری بازی حسین و آقای فیلمبردار و اینا بالاخره این دیسپک اومد. من نشسته بودم داشتم لاک میزدم، یو دیدم بالا تا پایین اینستاگرام شده این پست که دیسپک حسین اومد، دیگه همش گفتم وای حالا چی بپوشم، دیگه حالا چی کار بکنم، نفهمیدم چجوری لاک زدم، لاکمو خراب کردم، پاکش کردم، یه دور دیگه زدم. خلاصه الان حاضر و آماده نشستم با هیجان ببینم این دیسپک چیه. خب حالا یه ریاکشن اول بریم روی کاور فوتوش، چون کاور فوتوش خیلی چیز بامزه‌ایه. من اینو توی اینستاگرام دیدم و حسابی دقت کردم، همه چیشو درآوردم. اون فکر کنم دست حسینه که احتمالا یه همچین تتویی هم روی دستش داره، یه چیزی مثل پرنده است، چون خط خطیه. بعد اون گل روزم که همون گل روز معروفه دیگه، همه میدونین گل روزه هی داره پیشرفت میکنه. بچه ها اول در حد چیز بودش، یه ایموجی بود، بعد اومدش تو آهنگ بیلیت، حالا دیگه سر از کاور فوتو در آورده. بچه اون یکی هم که خیلی خنده داره، یه دونه کاندوم کودکس دستش گرفته که روش نوشته ایکس لارج و دستش هم که اینجوری کرده، همین که همیشه بچه ملتفت نشون میدن صف 21. حالا معنیش هم مشخصه دیگه، این دست اینجوری و اون ایکس لارج و این گل و اسمش هم Q69ه. بچه من داشتم توی وبسایتی در مورد 50 تا فکت رپ فارسی میخوندم، خیلی هم فکت های جالبی بود و حتما یه ویدیو ازش براتون درست میکنم. توی اون نوشته بودش که آیا میدانستید که فدایی قبل از این که اسمش فدایی بشه با اسم Kevin69 فعالیت میکرده که با علامت K69 نشونش بده. حالا نمیدونم چرا اینجا به جای K داره Q نشون میده، این جریان Q چیه، اینه چیه، نمیدونم. حالا اگه من اشتباه میگم که شما درستش کنید و بگید. خلاصه که اسمش که اینه و اونم یه چیزه، لوگوی کاغذه، جوهره. لوگوی کدومشونه اون پایین؟ لوگوی کاغذه فکر کنم اون پایین زده. خب بریم ببینیم که حسین چه کرده. بچه من قشنگ چند روز منتظرم این ترک بیاد، یعنی دیگه داشتم تئو رو فوش میدادم، هی فقط استوری میذاشت، بابا ترک رو بده دیگه، چقدر استوری میذاری، هی استوری استوری. خب آماده این، 3:51 است. باید چیزم جلوم بذارم، متنم. خب متن آهنگم آوردم گذاشتم جلوم که اگه یه وقت جایی رو متوجه نشدم از متن کمک بگیرم. حاضرید؟ بریم. تو هر سکم ببین دیگه من فراریم از دست، تو بکردم موسیقی و دل به کفی ندم. بچه این رضا پیشروه؟ این کیه؟ چقدر رضا پیشروه؟ فلو فلوی پیشروه، صدای پیشروه، ربطی به پیشرو نداره آخه. نمیدونم، شایدم چیزه، از اون آهنگای مثلا قدیمی Kevin69 بوده که دیس لاو میخونده، نمیدونم. آخه دلیل نداره اینجا پیشرو باشه، همون ممکنه که مثلا یکی از آهنگای قدیمی فدایی بوده باشه. رفت رو آهنگ بیلید به تو ون، نمیدونم به تا دید میسوزه فلان، اینا رو اینجا ننوشته، اینجا نذاشته اینا رو، این متنو. ولی یه چیز ظاهرا یه فلش بکی داره میزنه به اون. خب صدای نوزاده، صدای نوزاد چی میگه این وسط؟ به خاطر که تو اینا نومال نوزادیته، نوزادی. بابا بونجور مادام.
شروع شد. بونجور مادام. فدایی اول آهنگ بلیت گفتش چیز، گفت باره به زمان ارمنی، چون اون تو ارمنستانه دیگه. اینم حالا چون فدایی تو فرانسه زندگی میکنه گفت بونجور مادام، ولی گفت مادام نگفت موسیو. و فدایی گفت خانوم. بابا بونجور مادام. کسی نمیگیره تو رو به تخمونه که باس بگو کیر شده شبیه تو. نرده بوم میدیم بری بالا مثل آقا سگ نایا، جند دادی سوراخ تو نق بدم به پایا لسید یا بچه ها. خیلی فست داره میخونه قشنگ اینجا رو، باید حتما متن رو استفاده کنم. میگه که چی؟ میگه یه نردبون بهت میدیم که بری بالا، جریان چیزه، جریان یاسه که نردبون شد واسه آقای چلتیکه که دیده بشه. میگه که من نردبونت میشم که تو بری بالا و نقد بدم بهت کیا که پایا، ساتنا پایا رو میگه. میگه پولشو پول فلان رو نقدی بهت بدم یا به حسابت پایا کنم. نردبون میدیم بری بالا مثل آقا سگ نایا، جند دادی سوراخ تو نخ بدم که پایا یزید یهودی دیلو تو چونو جزید تیزی پول ویزیت میدی چون که میزایی تو زیر فیزیک بسرا تو خودت پول ویزیت میدی تیزیم پول ویزیت میدی. فکر کنم میگه اگه من یه تیزی وسط بکشم اون موقع باید پول ویزیت بدی بری بیمارستان، و چون که میزایی تو زیر فیزیک. سخت شد فستم داره میخونه، سخت‌تر شد. یزید یهودی دیلو تو چونو جزید تیزی پول ویزیت میدی چون که میزایی تو زیر فیزیک بسرا تو خودت مینویسی یا که میگی آقا بده حالش بهت برسونه زیر میزی یا ایش بتره. میگه که این چرت و پرتا رو خودت مینویسی یا که میدی آقات، آقات منظورش چیزه هیچ کسه، یا این که میدی اینا رو سروش هیچ کس برد مینویسه. نکته جالب میدین چیه بچه؟ اصلا سروش هیچ کس صداش در نمیاد، نه استوری، نه حرفی، نه هیچی، هیچی، یه گوشه نشسته ناخون میسابه اینا رو انداخته به جور هم دیگه، هیچ صداش هم در نمیاد. فکر کنم حسین خیلی حرصش گرفته که هیچ کس هیچ عکس العملی نشون نمیده. خودت می نویسی یا که میگی آقا بده حالش بهت برسونه زیر میزی یا ریش بتره یا که کروات، یالا بگو کدوم وری رسید بهتونه ترا لاشگوش نایا کسا. میگه ریش بهتره یا که کروات، بگو کدوم وری رسید بهتونه احترام، ریش میذاشتین این وری بودین بهتونه احترام رسیده که کراواتی شدین و اون وری شدین اینجا شیشا نمیزی یا ریش بتره یا که کروات، یالا بگو کدوم وری رسید بهتونه ترا لاشگوش نایا کسا. با کی چته باز شهر مگه خالیه که تو جلو ما سخت شدیم مستو. بهش میگه نایاک ساواکی، هم نایاکی همون که نایاک، همون گروهی که اسمشو گذاشتن لابیه، مال نظام ایران که داره کارهای چیزو میکنه، مال مذاکرات و اینا رو، و دعوا همه سر نایاک بودش دیگه. اصلا سر همین شروع شد که حسین گفتش که شما از نایاک پول میگیرین، نایاک هم که اینوریه، و حالا میگه که تو نایاک ساواکیه چی لاشگوش، شهر مگه خالیه که تو جلو ما سبز شدی مزدور. آقا دیگه شهر خالی از لات شده که تو جلو ما لات شدی بتونه ترا لاشگوش نایا کسا. با کی چته باز شهر مگه خالیه که تو جلو ما سبز شدی مزدور دوگانه سوزایی جونه بر همه اینا میگیرن همیخورن ادول غرب داتین بهشون میگه دوگانه سوز، یعنی که از این مثلا هم از این ور هم چی، هم از توبره میخوره هم از آخور، و میگه که چی، هم میگیرن هم میخورن از چیز غرب نکو پر میشه یه رو برو کی دوگانه سوزایی جونه بر همه اینا میگیرن هم میخورن ادول غرب داتی نکو پر میشه یه رو برو کیره خر هیلگر ترکای سیاسی تونم که برو پاس بود دیگه نگو می ترکایه نکو پر میشه یه رو برای کیر خر ایلگه ترکای سیاسی تونم که برای پاس بود. میگه ترکای سیاسی تون برای پاس بود. بچه ملتفت خیلی سیاسی میخونن دیگه، مثلا آهنگ آبی قرمز فدایی یا خیلی از آهنگای دیگه شون که یا دستاشو مش کرده هیچ کس و اینا همه سیاسی. حالا میگه که شما این ترکای سیاسی و فقط برای اینکه پناهندگی بگیرین خوندین، چون بالاخره مثلا میرن میگن که ما اونجا به جرم سیاسی خوندن زندان رفتیم و نمیدونم جونمون در خطره پناهندگی بگیرن. حالا واقعا اینطوره؟ غرب داتی نکو پر میشه یه رو برای کیر خر هیلگر ترکای سیاسی تونم که برای پاس بود دیگه نگو میره روی قیمت سک خورد وقتی میرسه به همه خیره ببینیم ده نجک خیبر فتی اگه یزیدی من بچه هیل بیاد. فکر کنم این کورسشه، یعنی که چی در مورد این حرف نزم میره رو قیمتش ولی سک خورد من خیرم به همه رسیده. میگه ولش کن بابا سگ خود بذار حالا از اینم بگیم خیرمون بهش برسه. بعد یه چیز در مورد خیبر داشت میگفت اونم که برا پاس بود
دیگه نگو میره روی قیمت سک خورد وقتی میرسه به همه خیره ببینیم ده نجک خیبر فتی اگه یزیدی من بچه هیت خیره ببینیم ده نجک خیبر فتی اگه یزیدی من بچه هیت بیاد بار گفتش که اگه ببینمت مثل جنگ خیبر فتی همون جنگی که بین مسلمان ها و کفار بود کی بودش که ماجر خیبر و در خیبر حضرت علی اینا پیش میاد میگه که من اگه ببینمت این جنگ خیبر فتحت میکنم و بعد میگفتش که اگه تو یزیدی اشاره به اون تیکه که میگفتش که اگه تو حسینی من یزیدم اینجا میگه اگه تو یزیدی من بچه هیئت هم حالا من ازش بچه هیئت نمیدونم چی به اون زیرم دوباره یکی داد میزد هیئت چه هیئتی بودش خب این کورسش بچه خیلی باحال بود یعنی خیلی فلوی جالبی داشت من تا حالا شنیدم فلوی از حسین نشته بودم برام خیلی جدید بود و به نظرم خیلی داشت باحال میخوام من که حال کردم با کورس ببینیم دن جنگ خیلی برفتی اگه یزیدی من بچه هیت بیاد با این گیریمت به پا سر رو نبوریم روی تن بیدینت واسه سرباز مرگنی آرزوی دیرینه واسه شما ترسناک و برام آشیرینه میگه برای سرباز مرگ شیرینه ولی واسه تو ترسناکه خودشو به سرباز تشبیه کرد و میگه ولی واسه تو ترسناکه جریان سرباز چیه؟ یه تنه بیدینه واسه سرباز مرگنی آرزوی دیرینه واسه شما ترسناک و برام آشیرینه بگو هیئت بذار پیش بینید کنم بگو هیئت این جریان هیئت چیه اتفاقا بچه اینه تو استوریش هم گذاشته بودش این هیئت رو ولی سریع هم فکرم پاکش کردش که همین یه تیکه ای که میگه اگه تو یزیدی من هیئت این هیئت جریانش چیه مرگنی آرزوی دیرینه واسه شما ترسناک و برام آشیرینه بگو هیئت بذار پیش بینید کنم و فدا ادا تو اونایی که میشینی تو سر خلا میندازی بازو روزانو میگی به ناز مجموع بعد که پا میشی ولی میبینی همش پشمور مال خودت تو جنازن جای چی شو بگو هیئت بذار پیش بینید کنم با فدا ادا تو اونایی که میشینی تو سر خلا میگه فدا ادا فداییه پر ادا بذار من پیش بینید کنم تو از اونایی که میشینی سر خرا میندازی بازو روزانو میگی به ناز مجموع بعد که پا میشی ولی میبینی همش پشمور میگه میشینی بازو تو میذاری رو پاد بعد حجمش زیاد میشه دیگه بعد نگاه میکنی میگی که به نازم حجمو بعد که پا میشی میبینی همش پشم بود این پانچ لاین بود سر خلا میندازی بازو روزانو میگی به ناز مجموع بعد که پا میشی ولی میبینی همش پش بود اماله خودتو جا نزن جای مبارز نخاله بدون پلیده در میره زبارت واسه ما شهید و نبیده با سوز هلالت گوزو تو اصلا چی میگی رئیس بگو به ناله میگه اصلا تو چی میگی حالا تو الان داره باش کلکل میگه یهو بعدش میگه که اصلا تو چی میگی برو بگو رئیست بیاد بناله منظورش هیچ کس هم که اصلا هیچ صدایی ازش نمیخواد در بیاد فکرم همجوری در سکوت و در افق محو میخواد ادامه بده رزه بارت واسه ما شهید و نبید با سوز هلالت گوزو تو اصلا چی میگی رئیس بگو بناله داشیم و اندازه پول بس دادیم رفت که آدم بیرون بکشیم و توی جس تو چی پی خاله خشتک دم کونه زد یه رویاس امرو ما به حلال خونه مثل پول بچه های زرزه مقف اینجا شد لالت گوزو تو اصلا چی میگی رئیس بگو به ناله داشیم و اندازه پول بس دادیم رفت که آدم بیرون بکشیم و توی جس تو چی پی خاله خشتک دم کونه زد یه رویاس امرو ما به حلال خونه مثل پول بت میگه که ما اندازه پول بت دادیم که یکی از جنس بکشیم بیرون جنس دیگه فکر کنم منظورش مواد میگه اندازه پول بتی که در آوردیم چون حسین سایت بت داره دیگه پول دادیم که یکی رو از تو اعتیاد بکشیم بیرون ولی تو چی یه روز پی زد بازی یه روز دنبال یاسی امروز اما زد بازی که همون آهنگ دیگه تابلو شده بود و یاس هم که توی ترک بیلید دیسی کرد به بیچاره یاس روز تولدش گفتش که دم دستی تر از لفظای یاس امروز هم میگه دنبال ما میخواد بگه که من دنبال کار خیر بودم با همون پول به تام تو هم دنبال خاله زنک بازیات توی جس تو چی پی خاله خشتک دم کونه زد یه رویاس امرو ما به حلال خونت مثل پول بت پس حلال خونت مثل پول بت داره میگه پول بت من حلاله خونه تو هم حلاله چی پی خاله خشتک دم کونه زد یه رویاس امرو ما به حلال خونه مثل پول بت حواس جمع بچه پیروزی ببینیم چک نکو میبریم که بدوزی مثل تو این طرف های جن تایی بود برکشی یکم اخلاق چرا مثل گوز سر کشی یه مثل تو یه چند تایی دروبر ما بود به پر و پامون میچید و میپیچید ولی پر کشید کیو میگه
به کس دیگه ای که بیف و دیس و دیس بک بازی نداشتش که میگه چند تایی مثل تو بود ولی رفتش. بچه پیروزی هم اینجا اشاره کردش میگه که یکم اخلاق، یه سر اخلاق داشته باش، چرا اینقدر تو سرکشی؟ مثل تو این طرف های چند تایی بود برکشی، یکم اخلاق چرا مثل گوز سرکشی؟ دیگه نگو میره روی قیمت سک خورد وقتی میرسه به همه خیلی ببینیم ادنه جنگ خیلی برفتی اگه یزیدی من بچه هیل اون هیئت های زیرش منو کشته. چقدر کورس رو باحال میخونه. ببینیم ادنه جنگ خیلی برفتی اگه یزیدی من بچه هیئت بیاد پایین گیریمت به پاسر رو نبوریم روی دن بیدینه واسه سرباز مرگنی آرزوی دیرینه واسه شما ترس رو کبر و ماشیرینه بگو چیزه اینجا میگه سر بیدینه. چقدر آهنگ مذهبی شد. تن بیدینه واسه سرباز مرگنی آرزوی دیرینه واسه شما ترس رو کبر و ماشیرینه بگو ای بعد جسنال خونه لاش لاد شد ای بابا اینجا دیگه خنده داره بود دیرینه واسه شما ترس رو کبر و ماشیرینه بگو ای بعد جسنال خونه لاش لاد شده حالا برامو تو رپ فاس خفه بابا زر نزن اینجا تراس برو روت میشه خط دار تره آدیداس ساره به من میگم برا چی شد تره آدیداس؟ خفه بابا زر نزن اینجا ته راست برو روت میشه خط دار تره آدیداس ساره به میگه که اینجا ته راهه حرف نزن درم تو بمگنه تو رو خط دار تر از آدیداس میگم آدیداس علامتش اینجوری سه تا خطه که شبیه مثلثه دیگه میگه تو رو خط خطیت میکنیم از آدیداس هم خط دار تر بشی ما تو رپ فاس خفه بابا زر نزن اینجا ته راست برو روت میشه خط دار تره آدیداس ساره به من میگم برادر بده پایین درارم لولوها تو باز کنیم برات بشه عبادت ندیدیم اون کن چی شد حالا برام تو رپ فاس خفه بابا زر نزن اینجا تراس برو روت میشه خط دار تره آدیداس ساره به من میگم برادر بده پایین درارم لولو میگه که به من میگه آره به من میگم برادر جریان آهنگ بیلیت که بهش میگفت تو بذارت بهت میگن برادر حسین میگه که چی ها تو باز کنی برات بشه عبادت ندیدیم اون کس فقط میکنی تو تلاوت ببینیم رنگ میدی جلو میگی یه ساعت ارادت مثل تو زیاده از اینش فشار ببینمت خوردی چک و بسیه رو یه جا جدو چیه میگیرم رو وسیلت خشاب با موی فر بشی کره مسیح علی نجاد رخو بنا بچه این جدویی که گفتش بکنم مربوط میشه به آهنگ بیلیت یعنی قشنگ ورس به ورس خط به خط کلمه به کلمه از رنگ بیلیت داره میاد پایین که توی آهنگ بیلیت گفتش که چی گفت من جدو کارم زمین میندازم یه همچین چیزی میگه که جدو چیه بیا یه خشاب یه اسلحه بهت بدم شلیک کن اینقدر تون تون میخونه بعدشو نفهمیدم جا جدو چیه میگیرم رو وسیلت خشاب با موی فر بشی کرم مسیح علی نژاد با موی فر بشی کرم مسیح علی نژاد جریان چیزه کاور فوتوی آهنگ بیلیته که اینجوری فدایی موهاش فرفری بود مسیح علی نژاد هم همینجوری موهاش فرفریه دیگه میگه که بشی مثل اون من نمیدونم ولی چی گیری دادن به مسیح علی نژاد تا رابطه بچه های ملتفت با مسیح علی نژاد خیلی خوب و تو مایه های فمینیست بازی اینا هم هستن واسه همینه که خیلی به مسیح علی نژاد گیر میدن اون یکی آهنگ هم میگفتش که میگفتش که باید فس چیزه مسیح علی نژاد بره چیز بخونه همین آهنگا رو بخونه سیه رو یه جا جدو چیه میگیرم رو وسیلت خشاب با موی فر بشی کره مسیح علی نژاد رخو به نما تا دلاور فرمت بدم یکی بخوری یا سه تا دور مثل مکرون میگه که رخو نشون بده تا فرمت بدم فکر کنم منظورش اینه که فرم بدم به صورتت که میگه یکی بخوری یا سه تا از دور یه دونه بخوری علی نژاد رخو به نما تا دلاور فرمت بدم یکی بخوری یا سه تا دور مثل مکرون که یه چک خورد جلو مردم بده بعد دو حرکت مثل مکرون این جریان کتک خوردن مکرون رو دیدیم فکر کنم سه هفته پیش اینطورا بودش که مکرون رفته بود یه جا بازدید بودش یه چیزی گذاشت نرده گذاشته بودن مکرون دوید اومدش سمت مردم بعد اومد دست بده یه نفر محکم خوابوندش زیر گوشش که بعد مثلا یارو بازداشتش هم کردن و اینا خیلی ترکیدش اون میگه که چی یه مشت به صورتت بزنم مثل مکرون یکی بخوری یا سه تا دور مثل مکرون که یه چک خورد جلو مردم بده بعد دو حرکت کن دلقک یارو به ما میگه قاضی کشتم خفه زر نزن دایی بگی بشی پشت دست تو که پیر میشی چاقی فقط با یه روز سبز چرا شیش دایی میای میگه که چی میگه و زندم چون قاضی کشتم من میگه برو با بادن تو به من قاضی کشتم خفه زر نزن دایی بگی بشی پشت دست تو که پیر میشی چاقی فقط با یه روز سبز چرا شیش دایی میای آخه که چی گست وقت اصلا اگه یه روز از اون حبسی که من کشیدم اون تو بکشی چی پیر میشیم شیش تایی نفهمم چی گفت بشی پشت دست تو که پیر میشی چاقی فقط با یه روز سبز چرا شیش تایی میای آخه که چی گست وقت اصلا پیه چی شیش تایی میای یعنی چی منظورش از شیش تایی چیه
شش تایی، یعنی با 6 نفر میای 6 تایی میای. خب بچهای قافم چیزه، بچهای ملتفتم که کلا 4 تان 6 تایی چی بود بچه؟ من 6 تایی نفرم برام بنویسین. خوش دستو که پیر میشی چاقی فقط با یه روز سبز، چرا 6 تایی میای آخه؟ که چی گس وقت اصلا پی چیلاشی اونایی رو تو پاشی تو خاک قربونم زیر خایه های فاشیسم. بودو جیرتو از سازمان بگی، خفه خون شما نمیخواد از آبان بگی. بودو جیرت از سازمان بگیر، فکر کنم دوباره همون جریانی که تیکه مینداختش که شما از نایاک پول میگیری، نایاک داره از شما حمایت میکنه و همین دعوا کلا سر این داستان نایاک بودش که میگه بودو جیرتو بگیر. آیا های فاشیسم، بودو جیرتو از سازمان بگی، خفه خون شما نمیخواد از آبان بگیر. آها، میگفتش که اگه ما لال بشیم کی از آبان بگه گل پسر؟ حالا میگه که نه، نمیخواد تو از آبان بگی، برو جیرتو بگیر. ازم اون گل روز رو دادم بذاری تو گلدونت، مدام محبت سرت نمیشه، خودم میام میکارم تو گلدونت، آبم بهش میدم درخش رو پس برگو. چیزه فدایی برگشت گفتش که گلدون تو نهنگ، حالا میگه که آره محبت سرت نمیشه، چون ایموجی گل رو گذاشت و گفتش که آقا بیا با هم دوست باشی. اونم گفت کابازا که من اصلا با تو رفاقتی ندارم. میگه که محبت سرت نمیشه، گلو دادم بهت با هم مثلا خوب باشیم، ولی حالا اون گلو برده همون گلدون فدایه به خودش پس داد و گفتش که آبش میدم، خودم میام میکارم تو گلدون، آبم بهش میدم درخش پس برده. اینجا رو که خودتون گرفته دیگه، میگه که گلو تو گلدونت میذارم درخت شه. راستی گلادی یا تو ما رو دیدی گرد ندی گلابی یا تو. اینجا رو هم لازمه توضیح بدم، گلابی پول پناهندگی نگی، دلغک نمیخواد برامو اتر جا به جا کنی. پول پناهندگی، چون به پناهنده ها دولت ماهیانه یه پول اندکی میده دیگه، میگه تو همون پول پناهندگی رو نگی نمیخواد بس ما اتر جا به جا کنی. مربوط میشه به هم جریانه اسکرین شات حسین از بیت کوینش و بعد نمیدونم گفتن تقلبی و بعد فدایی اومد گفتش که چیز بیت کوین دوست داری بلاک چین تو بده واسات اتر بزنیم. قشنگ خط به خط طبق خود آهنگ فدایی اومد پایین. تو پول پناهندگی نگی، دلغک نمیخواد برام اتر جابجا کنی. چقدرم میگه دلغک؟ فیلم فارسی زیاد میبینی ها؟ هالیوودیشو ببین، جلوه ویژه داره، چارت دعوا یاد بگیری بچه. در مورد قضیه صادقم بگم، یه سری ها اینه تو فقط اسمشون رو یدک میکشن، بابا بیاد بگی دقیقت رو به مردم. قضیه صادق؟ سری ها اینه تو فقط اسمشون رو یدک میکشن، بابا بیاد بگی دقیقت رو به مردم. میگه که چیزه مثل قضیه صادقو که همه میدونین دیگه، جریانی که با حسین تو ارمنستان گرفتنشون و بعدش هم که صادق فرد حسینو فرداش آزاد کردن، ولی صادق موند و محکوم شد و همه میگفتن که حسین صادقو فروخته، گفته مواد مال اون بوده واسه همین خودش آزاد شده. ولی میگه که بیاین جریانشو بگین. واقعیت اینه که هیچ کس در موردش حرف نزد، نه هیچ وقت صادق در موردش حرف زد، نه هیچ وقت حسین در موردش حرف زد، هنوز هیچ کس نمیدونه چی شده، فقط جفتشون سکوت کردن. خب یکیتون بیاین بگین دیگه. این تو فقط اسمشون رو یدک میکشن، بابا بیاد بگی دقیقت رو به مردم. گفت برای اسکل یه بری. بچا دقت کردین چجوری گفت اسکل؟ مفت برای اسکل. قشنگ با هرس گفت، فکر خیلی عصبانی بوده داشته اینو میخونده. بگی دقیقت رو به مردم. گفت برای اسکل یه بری. این قضیه پریک پریک چیه میای واسه ما؟ یه وسیله بدیم شلیک کنی بابا. وای چیزه بچه هی آخه میگفتم پو اینجوری میکنن، میگه که این قضیه این چیه؟ این قضیه پریک پریک چیه میای واسه ما؟ یه وسیله بدیم شلیک کنی بابا. آه میگه که اینقدر عداشو در نیار، بیا خود توفنگو بگیر شلیک کن. سری بعدم 20 سالی دیگه به کیف و کفشم ارزم رب می... سری بعدم دیستادی دیگه به کیف و کفشم، یعنی اینکه آقا اگه جواب این دیسپکو دادی من دیگه جوابی بهت نمیدم. اینجا از گردن خودش بچو باز کرد، یعنی اینکه اگه دیگه جوابی من فکر کنم حسین نمیخواد دیگه جواب بده به کیف و کفشش. بامزه بود. سری بعدم دیستادی دیگه به کیف و کفشم ارزم رب مینویسی، یکم فارسی بنویس ما هم بفهمیم چی مینالی بابا. به تیغم به تو به میتکه. وای خدا بچه، تا حالا دیده بودین کسی وسط دیستراک اینقدر بخنده؟ آخه خیلی خنده دار بود. میگه که چی؟ میگه سر فارسی هم بزن به تیقم به توبن به فلان اینا. چقدر این تش حسین با هرس گفت. چه استاد کس چه
این چی بود تش؟ من نفهمیدم مجوز یعنی مخدر؟ نفهمیدم چی بود جریانش. بچه خیلی خنده دار بود، خیلی خنده دار بود واقعا. حالا حسین داشت با هرس میگفت، من نمیدونم چرا خندم میگرفتش. خب بچه به نظرم حسین خیلی باحال خون، خیلی باحال خون. هرچند که من یه چیزایی شنیدم که مثلا میگفتن بیت این آهنگ دزدیه، از یه آهنگ راک دزدی شده، یه همچین حرفایی بودش توی اینستاگرام. حالا نمیدونم چقدر واقعیت داره. و از یه طرف دیگه هم تئو هم یه حرفایی زده بود، مثل اینکه آلبوم یاد میگن کلن کنسل شده و خلاصه فعلا معلوم نیستش یه عالمه حرف و حدیث بعد این ترک اومدش. ولی خیلی خنده دار بود. اما بخوام مقایسه بکنم بچه، خوندن حسین که اصلا نامبر وانه، یعنی به نظرم اصلا رو دستش نیستش. فدایی نه، فدایی خیلی آدم خواننده تکنیکی و همچین صدای باحال فلوی باحال اینایی نداره، ولی واقعا تکستاش خیلی قویه. فکر میکنم پانچ لاینای فدایی تو ترک بلیت خیلی بیشتر از پانچ لاینای حسین بود و پانچ لاین اون خیلی قوی تر و خیلی خفن تر بود. مال حسین نه. و اگه بخوام نمونه لیریکس حسین حرف بزنم بچا، فکر کنم آقا میری هم یه کمک کرده بود، چون هر چی بود از اول تا آخر آهنگ یا هیئت بود، اون زیر صدای سینوزنی و هیئت بود و نمیدونم میگفتش که تن بیدینه تو ما سربازیم و ما شهیدیم و هر چی. فکرم یه مشاوره هایی داده آقا میری سر این ترک. ولی حالا من طرفداری هیچ کدومشون نیستم، جفتشون هم دوستم خیلی باحالم، ولی به نظرم متن فدایی یزر فکتش بیشتر بود. حسین میشه لفظ بازی کرد، اصلا به نظرم این آهنگو باید تو سایت حسین هاب میذاشتش تا به جای یوتیوب. خیلی چیز بود، خیلی قشنگ، همش پر لفظ بودش به نظر من. نمیدونم نظر شما چیه، شما به من بگید که به نظرتون واقعا حالا بدون طرفداری جانبداری کدوم قوی تر بود. اگه طرفدار نیستین خیلی بهتر میتونین جواب بدین کدوم به نظر شما دیس قوی تر بود. برام بنویسید طرفداری کید، برام بنویسید. امیدوار باشین که حسین بالاخره این آلبوم یادو بده، نشه ماجره آلبوم مجاز که یه 9 سالی طول میکشه. مرسی که همراه هم بودین، منتظر دیس بک از طرف مسیح علی نجات باشی. مراقب خودتون باشین، خدافظ.